با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یواش خوش آمدید. سرخط خبرها. سفر نامنتظر دیوید کامرون به افغانستان در اوج تنش‌های امضای پیمان. نخست وزیر بریتانیا میگوید اطمینان دارد که افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. That's clearly in Afghanistan's interest. That's in America and NATO's interest too. And so I'm confident that after some discussions, agreement will be signed. گام به عقب آمریکا برای رها کردن ریسمان‌کشی بر سر پیمان امنیتی. جان کری میگوید آمریکا پیمان امنیتی را با رئیس جمهور کرزی یا جانشین او امضا خواهد کرد. من باور دارم که حامد کرزی یا جانشینش پیمان امنیتی را امضا خواهد کرد. ودای سربازان استرالیا با میدان نبرد افغانستان. آخرین دسته سربازان جنگی استرالیا امروز به خانه برگشتند. و خط سرخ جانکری برای رهبر کره شمالی. وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح هسته‌ای در اختیار رهبر کره شمالی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. سلام و شب شما بخیر. نخست وزیر بریتانیا اطمینان دارد که افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا امروز به افغانستان آمد و در هنگام دیدار با سربازان بریتانیایی در اردوگاه بسچند در ولایت هلمند میگوید که امضای این پیمان به سود افغانستان خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا در این سفر با کمیشنر عالی لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن و شماری از بازیکنان این لیگ نیز دیدار کرد و رابطه میان لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن و لیگ برتر بریتانیا را رابطه تازه میان کابل و لندن خواند. طارق مجیدی همکارم که برای تهیه گزارش از جریان سفر دیوید کامرون به هلمند و پایگاه بسچند رفته بود اکنون با ماست. خیلی خوش آمدید طارق. از جریان این سفر بگو، جزئیات دیدار آقای کامرون چگونه است؟ بله، امروز دوشنبه جناب نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون از سربازانش در کمپ بسچند در ولایت هلمند دیدار کرد و بیشتر هدف سفرش گفت که بریتانیا در خواهان گسترش روابط ورزشی حتی با افغانستان است و میخواهد در بخشای ورزش با فدراسیون فوتبال افغانستان و لیگ برتر افغانستان روشن کمک های بیشتر بکنه تا افغانستان در بخشای مختلفی مانند داوری و بلند رفتن ظرفیت ها بتونه به خود بسندگی برسن. بله، حالا دقیقاً سفر آقای کامرون در زمانی است که تنش بر سر امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن اوج گرفته. آقای کامرون در این مورد چه گفت؟ بله، در پاسخ به این سوالی که ما درخواست کردیم که این سوال بر ما جواب بده، آقای کامرون گفت که ما کاملا مطمئن هستم که این پیمان از سوی افغانستان امضا خواهد شد، به خاطر که در این پیمان سود افغانستان و جامعه بین المللی هر دوش نهفته است و افغانستان نیازمند است تا چنین پیمانی را با جامعه بین المللی داشته باشه، مخصوصا با ایالات متحده آمریکا، تا بتونه که آینده امن‌تری داشته باشه. و گفت که افغانستان دیگر نمیتونه که لانه امنی برای تروریسم باشه. و چه پیامی به ویژه به سربازان بریتانیایی در هلمند داشت آقای کامرون؟ فقط این بار دیوید کامرون با این پیام آمده بود که از سربازاش یک بار دیگر تقدیر بکنه کارکردهای سربازای بریتانیایی در این ولایت و همچنان کارکردهای ارتش ملی افغانستان بسیار ستودنی دانست و گفت که توانستن در چند سال اخیر دستاوردهای بسیار بزرگی در عرصه تامین امنیت برای مردم افغانستان داشته باشند. خب حالا گزارشی که تهیه کردی یک جا با هم میبینیم. درست است. دیوید کامرون در هنگام دیدار از سربازانش در اردوگاه بسچند تاکید می‌ورزد که وی اطمینان دارد که پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. این مقام بریتانیایی امضای این پیمان را به سود افغانستان می‌داند. این کشور میتواند یک آینده امن داشته باشد. این کشور بار دیگر لانه هراس افغانی نخواهد شد. این چیزی است که امروز من اینجا هستم تا سپاس فراوان از سربازان بریتانیایی داشته باشم و نیز تبریکی بزرگ به ارتش ملی افغانستان از بهر کارکردهای عالیشان بدهم و نیز رابطه تازه میان کشورمان را با افغانستان به شمول فوتبال تشویق کنم. کشور انگلیس در ساختار فدراسیون فوتبال افغانستان در بخش جوانان، نوجوانان، بانوان و تیم‌های ملی و ظرفیت سازی در خود کل فدراسیون فوتبال افغانستان تاکید داشتند که انشاءالله با امید خدا بتونیم که به این توفیق نائل شویم که فوتبال افغانستان را که چی افتخاراتی که در دست داریم این را حفظ بتونیم و بتونیم که افتخارات بعدی نائل شویم.
نخست وزیر بریتانیا آینده افغانستان را بسیار روشن و با امن می داند. دیوید کامرون در این سفر با کمیشنر عالی لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن و بازیکنان تیم‌های فوتبال لیگ برتر و دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان نیز دیدار کرد و بر ادامه کمک‌های لیگ برتر بریتانیا با لیگ برتر افغانستان روشن و فوتبال افغانستان تأکید ورزید. نخست وزیر بریتانیا میگوید که رابطه میان لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن و لیگ برتر بریتانیا رابطه تازه میان کابل و لندن خواهد بود. من مطمئن هستم که این پیمان امضا خواهد شد. امضای این پیمان به سود افغانستان است تا یک پیمان بنیادی داشته باشد. پس امریکاییان و دیگران میتوانند در تامین بنیادی امنیت تا مرحله انتقال کمک کنند و کمک های همانندی را در آینده انجام بدهند. این بگونه روشن به سود افغانستان است و به سود ایالات متحده امریکا و ناتو نیز خواهد بود. من کاملا مطمئن هستم که پس از گفتگوها این پیمان امضا خواهد شد. در این سفر سه چهره پرآوازه فوتبال بریتانیا نیز نخست وزیر کامرون را همراهی می‌کردند. مایکل اوون، کوین کلبان و جان هارتسون از چهره‌های پرآوازه فوتبال بریتانیا هستند. در این دیدار نخست وزیر بریتانیا یک مسابقه دوستانه فوتبال میان ارتش ملی کشور و شماری از سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند برگزار گردید. نخست وزیر بریتانیا بر ادامه کمک های این کشور در بخش تربیت آموزگاران با فدراسیون فوتبال افغانستان تاکید ورزید. بریتانیا بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین سرباز را در کشور دارد. سربازانی که بعد از سال 2014 حضورشان ظاهرا به امضای توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان پیوند خورده است. دیوید کامرون در یک سفر نامنتظر به کشور در حال دیدار از سربازانش میگوید که این پیمان به زودی امضا خواهد شد. سید طارق مجیدی، تولو نیوز، کمپین نظامی بسچن، ولایت هلمند. آمریکا پیمان امنیتی را با رئیس جمهور کرزی یا جانشین او امضا خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا مطمئن است که این پیمان به زودی امضا خواهد شد و این پیمان را رئیس جمهور کرزی یا جانشین او امضا خواهد کرد. جان کری هشدار می‌دهد که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، چالش های جدی در برابر امنیت افغانستان به میان خواهد آمد. شماری از نامزدان و معاونان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز مطمئن هستند که رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. به نظر می رسد که ایالات متحده آمریکا برای امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن انتظار جانشین رئیس جمهور کرزی را هم می کشد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین سخنانش بدین باور است که پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. من فکر می کنم که اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نباشند، چالش جدی در برابر امنیت افغانستان به میان خواهند آمد. اما من باور دارم که حامد کرزی یا جانشینش پیمان امنیتی را امضا خواهد کرد، زیرا رئیس جمهور کرزی به امضای این پیمان نیاز دارد. ما گفتگوها را درباره این پیمان تمام کرده ایم و کرزی شخصا به من گفته است که متن این پیمان خوب است و ما با پیشرفت ها در این باره بسیار نزدیک شدیم و من امیدوار هستم که این پیمان به زودی امضا خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می افزاید که ایالات متحده آمریکا آماده حضور در یک نقش بسیار متفاوت برای چند سال دیگر در افغانستان است و به آموزش، مشوره‌دهی و بسیج نیروهای امنیتی افغان کمک خواهد کرد. نیروهای آمریکایی عملیات‌های ضد حراس افغانی را نیز انجام خواهند داد، اما این سخن به معنای سهم گرفتن در جنگ نیست. نیروهای ما در هماهنگی با نیروهای افغان و با دادن اطلاعات به آنان برای عمل کردن در برابر حراس افغانان فعالیت خواهند کرد. از دیدگاه من در چند حالت خاص نیروهای آمریکایی وارد عمل خواهند شد، اما عملیات روزانه را بر ضد طالبان انجام نخواهند داد. یعنی عملیات ضد حراس افغانی به ویژه ضد شبکه القاعده و ضد شبکه حقانی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند بیشتر خواهند پرداخت. در همین حال وعید الله شهرانی معاون قیوم کرزی مطمئن است که رئیس جمهور کرزی پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا خواهد کرد. اما مطمئن هستم که امی حکومت فعلی سند امضا می کند. من در این باره اطمینان دارم و باز هم فیصله لوی جرگه وضاحت داره و این حکومت باشه، حکومت آینده باشه، هر حکومتی که باشه
اونا فیصله لوی جلگر نادیده گرفتن نمیتونن. من خودم خود معتقد هستم که باید چون این قرارداد از طرف امی حکومت مذاکره سر صورت گرفته، مذاکرات تکنیکی، مذاکرات سیاسی و با موافقه رسیدن و از اون خاطر موضوع را پیش کردن به چی؟ به لوی جرگه است مشورتی دیگه باید امی حکومت باید ایر امضا کنه. بانک ایالات متحده امریکا برای امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان سال روان میلادی مهلت تعیین کرده بود. اکنون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که این پیمان با رئیس جمهور کرزی یا جانشین او امضا خواهد شد. در همین حال حکومت افغانستان هنوز هم بر پیش شرطایش برای امضای این پیمان تاکید میورزد. دیده شود که رئیس جمهور کرزی در برابر این گفته های وزیر خارجه امریکا چه واکنشی نشان خواهد داد. سربازان جنگی استرالیا امروز افغانستان را ترک کردند. نخست وزیر استرالیا میگوید که طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان پایان یافته است و آخرین دسته از سربازان استرالیایی پایگاه اصلیشان را در شهر ترینکوت بستند. نخست وزیر استرالیا می افزاید که 400 تن از نیروهای این کشور برای آموزش نیروهای امنیتی افغان تا سال آینده در افغانستان خواهند ماند. استرالیا به ماموریتش در افغانستان پایان بخشید و تمامی سربازانش را به گونه رسمی از افغانستان بیرون کرد. این هم منطقه ترینکوت ولایت اروزگان که در این 12 سال گواه حضور سربازان استرالیایی بود و اکنون این سربازان بیرون شدند. نخست وزیر استرالیا میگوید که آخرین دسته سربازان این کشور روز دوشنبه پایگاه ترینکوت را در ولایت اروزگان بستند و در راه رسیدن به استرالیا هستند. این جنگ در حال پایان یافتن است، نه با پیروزی نه با شکست، اما با آرزویی که افغانستان به ویژه ولایت اروزگان به علت حضورمان اکنون یک جای بهتر است. هر روز را که سربازانمان در اروزگان گذشتاندند از منافع، ارزش‌ها و شایستگی جهانی ما نگهبانی کردند. اما ما می‌دانیم که آنان با 40 کشته و 261 زخمی بهای سنگینی نیز پرداختند. اما این قربانی هدر نرفته است. اروزگان امروز یک جای بسیار متفاوت و بهتر نسبت به یک دهه گذشته است. نخست وزیر استرالیا از فداکاری های نظامیان این کشور در جنگ افغانستان قدردانی می کند. من می خواهم تا از 25 هزار مرد و زن یونیفرم دار ما که در یک دهه گذشته در افغانستان خدمت کردند سپاسگزاری نمایم. من همچنان یک سپاسگزاری بسیار شرف را به خانواده های کسانی که نزدیکانشان را در این جنگ فدا کردند بگویم. من از پشتیبانی مردم استرالیا در این ماموریت نیز قدردانی می کنم. مقام های این کشور می افزایند که از میان 1550 نظامی استرالیایی 400 تن آنان در افغانستان تا سال آینده نیز خواهند ماند و در ولایت های کابل و کندهار با آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. داود سلطانزوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید تصمیم و خواست مردم افغانستان درباره امضای پیمان امنیتی با آمریکا روشن است، اما یک حلقه کوچک برای حفظ منافعشان این پیمان را گروگان گرفتند. این نامزد ریاست جمهوری میگوید که اگر رئیس جمهور کرزی درباره پیمان امنیتی انتقاد داشت، این انتقادها باید پیش از برگزاری جرگه مشورتی با مردم در میان میگذاشت. این نامزد ریاست جمهوری با اشاره به فیصله لوی جرگه مشورتی و خواست اعضای این جرگه بار دیگر بر امضای بیدرنگ پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن تاکید میورزد. در هر مقطع تاریخ، مخصوصا در حالی که افغانستان مردمش با فقر، با گرسنگی، با بدامنی و با لجام گسیختگی و بیقانونی دست به گریبان هستند، باز هم یک حلقه محدود به خاطر بقای خود و حفظ منافع خود، با وجودی که جرگه را دایر کردند، با وجودی که فکر کردند که طرفدارای خود در جرگه میارن، اما عموم مردمی که طرفدار یک حلقه پنداشته می شدند، باز هم براوشنی تصمیم گرفت به خاطر منافع افغانستان. داود سلطانزوی از احتمال مهندسی شدن انتخابات از سوی برخی از گروه ها نیز نگران است. ما نشانه هایی را میبینیم که انتخابات افغانستان شدیداً تحت تهدید است.
ما نشانه هایی را میبینیم که انتخابات افغانستان با اساس دسیسه هایی که دستندرکاران دسیسه باز قدرت فعلی مصروفش هستند به طرف یک گودال بدبختی مردم افغانستان میخواهند توسط انتخابات بکشانند. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر مستقل بودن این کمیسیون تاکید می‌ورزد و میگوید که این کمیسیون بر بنیاد فیصله های شورای ملی به میان آمده است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل نمی‌کرد، از 26 نامزدی که برای ریاست جمهوری داشتیم 11 نفر به لیست نهایی را پیدا نمی‌کرد. و مسئله دومی که یک نهاد خیلی معتبر است که جامعه جهانی بالای از این اعتماد می‌کنه و تمام معیارهایی که بر انتخابات در نظر گرفته میشه او را در نظر میگیره. این نامزد ریاست جمهوری امضای پیمان امنیتی را در تامین سال در کشور سودمند میداند و میگوید که اگر در انتخابات برنده اعلام شود هر پیمانی را که به سود سال در افغانستان باشد امضا خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از اندک بودن آگاهی شهروندان درباره انتخابات آینده نگران است. رئیس دبیرخانه این کمیسیون میگوید که نبود آگاهی در میان شهروندان از چالش‌های بزرگ در برابر انتخابات آینده خواهد بود. با این هم کمیسیون انتخابات همراه با نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌کوشند تا این چالش را تا جایی که امکان دارد از میان بردارند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نبود امنیت و نابسنده بودن آگاهی شهروندان درباره انتخابات از چالش‌های بزرگ در برابر انتخابات آینده خواهند بود. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای جامعه مدنی می‌خواهد که همکاری‌هایشان را در این زمینه بیشتر سازند. د تاکونو پوړاندې باندې چې کوم غټ چالش ته دوهیم کټګوري کې هغه کافی نه آگاهی موجودیت سره لدینه چې د تاکونو خپلواک کمیسیون زیار باز کوشش دی دی کوي او مختلف برنامه پروګرامونه په کار اچي ترڅو د افغانستان خلک آگاهی ولري. یکی مسئله ایست که میگن که رئیس جمهور افغانستان وقت د امریکا او د اروپا تعیین شده، یعنی به این خاطر رای ما قدر تاثیر نخواهد داشت. یک تصور است که توجه کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی باید به این عنصر و ذهنیت متوجه باشند تا ما بتانیم از هان مردم در مورد نقش از وا در پروسه آینده انتخابات معین بسازیم. از سوی هم دبیر این کمیسیون نقش زنان را در انتخابات با اهمیت می داند. د خوند رول چټک کې د خوند رول ډیر کې خوندی ودی ته وحد سوی چاغه د ټاکونو د پاره خپل کارټونه واخلي او هغه مراکز ته لاړ شي او په مراکزو کې خپل د ځان د پاره چې هغه قانوني معیار یا قانوني سنتر رسیدلي خوندي دي هغه خپل کارت لاسه کې. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای آگاه ساختن مردم تا کنون نزدیک به 1600 مبلغ از میان زنان و مردان گماشته شدند. شماره از باشندگان ولایت میدانوردک از افزایش ناامنی ها در این ولایت نگران هستند. آنان میگویند که از یک سو نزدیک شدن انتخابات و از سوی دیگر فرارسیدن سرما ناامنی ها را در این ولایت افزایش داده است. این باشندگان از مقام های محلی به ویژه از پلیس این ولایت میخواهند تا برای از میان برداشتن این ناامنی ها در این ولایت به گونه جدی تر تلاش نماید. در این حال فرمانده پلیس میدان وردک میگوید نیروهای امنیتی این ولایت میکشند تا از فعالیت مخالفان مسلح دولت جلوگیری کنند. اینان باشندگان و بزرگان قوم ولایت میدان وردک هستند که برای در میان گذاشتن مشکلاتشان به ساختمان فرماندهی پلیس میدان وردک آمدند. آنان میگویند که افزایش ناامنی ها سبب نگرانی باشندگان این ولایت شده است. نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و رسیدن فصل سرما را از عوامل افزایش ناامنی ها در این ولایت میدانند. امی دولت و مقامات یک تشریفاتی کار کرد، منظم کار نکرد که بخاطر امنیت باشد. نمدبات و در این چیزی که هر کسی که آمده روی مدبات کار کرده، روی بنیادی کار نکرده که مشکل ما حل شود، اهمیت برای ما بیاید. مردم ما مطمئن نیستند. مردم ما در نمینجا بسیار در بدر و خار و پتیر است. در همین حال فرمانده پلیس میدان وردک که به تازگی به این سمت گماشته شده است میگوید که نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پلیس میکشند تا جلو فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت را بگیرند. قضیه میدان وردک آد ساختن، بلند ساختن، اگر اونقدر نیست اونقدر جنجال نیست. اگر اجنبی
میای داخل میدان وردک، میدان وردک خراب میکنه، خیلی وظیفه ما چی است؟ فرمانده پلیس میدان وردک نقش مردم را در تامین امنیت اثرگذار میداند و از مردم میخواهد تا برای صلح همیشگی در کشور با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. تا لحظات دیگر، تأکید جان کری بر خلع سلاح کوریای شمالی. باز هم خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا بر خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی تاکید می‌ورزد. جان کری می‌گوید که کسی مانند رهبر کوریای شمالی جنگ افزارهای هسته‌ای را در اختیار داشته باشد برای واشنگتن پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر رئیس جمهور کوریای جنوبی در واکنش به وجود علائم بی‌ثباتی در کوریای شمالی امروز یک نشست امنیتی را برگزار کرد. پس از آن که یکی از سیاستمداران با نفوذ و شوهر عمه رهبر کوریای شمالی به جرم خیانت و تلاش برای راه‌اندازی کودتا به روز جمعه اعدام شد، شمار از کشورهای جهان از بی‌ثباتی در این کشور هشدار می‌دهند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کیم جونگ آن رهبر کوریای شمالی را با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق مقایسه می‌کند و او را خودکامه می‌داند که نبود امنیت را احساس می‌کند. جان کری می‌افزاید که با توجه به علائم بی‌ثباتی، یک کوریای شمالی مجهز با جنگ‌افزارهای هسته‌ای برای ایالات متحده آمریکا پذیرفتنی نیست و باید راه برای خلع سلاح شدن آن کشور جستجو گردد. مهمتر از همه، ما باید راه را برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا پیدا کنیم، زیرا علائم بی‌ثباتی و خطر در کوریای شمالی وجود دارد. در همین حال رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز درباره اوضاع در کوریای شمالی ابراز نگرانی می کند. وی از نیروهای مرزی کوریای جنوبی می خواهد تا بیدار باشند. از سوی دیگر چین، یکی از متحدان کوریای شمالی، نیز درباره اوضاع در آن کشور نگران است. وزیر خارجه چین می گوید که وی به این باور است که یک تغییر مهم در کوریای شمالی امکان پذیر است. وی می افزاید که بیجینگ به گونه دقیق اوضاع را در پیونگیانگ زیر نظر دارد. میشل باشله برای دومین بار به حیث رئیس جمهور شیلی انتخاب شد. نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی نشان می‌دهد که بانو باشله با شکست دادن رقیبش باز هم به حیث رئیس جمهور شیلی برگزیده شده است. نخستین ماهنورد چین از سطح ماهتاب عکس گرفت. مقام های اداره فضایی چین میگویند که این ماهنورد در ادامه فعالیت هایش در سطح ماهتاب عکس هایی را از سطح ماهتاب گرفته است و به زمین فرستاده است. این مقام ها میگویند که فرستادن این عکس ها موفقیت این ماهنورد را ثابت کرد. تا لحظات دیگر، داوطلبی کابل بانک نو. از میان چهار شرکت علاقمند، دو شرکت اسنادشان را به وزارت مالیه سپردند. باز هم خوش آمدید. و کابل بانک نو بار دیگر به داوطلبی گذاشته شد. از چهار شرکتی که علاقمند خرید بده کابل بانک نوند، امروز دو شرکت اسنادشان را به مسئولان وزارت مالیه سپردند. رئیس بانک مرکزی میگوید که تا دو هفته دیگر سندهای این دو شرکت از سوی یک کمیته ویژه ارزیابی خواهند شد و هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را برای خرید کابل بانک نو داشته باشد، سندهایش برای تایید به شورای وزیران فرستاده خواهد شد. از چهار شرکتی که از آمریکا، کانادا، هنگ کنگ و امارات متحده عربی علاقمند خرید کابل بانک نو بودند، تنها شرکت های CVGI از آمریکا و شرکت کرول کاپیتال از امارات متحده عربی در داوطلبی حضور داشتند. ما به اساس قانون و به اصطلاح انگلیسی fit and proper، یعنی کسی که از نظر باز ظرفیتایی که در قانون ذکر شده، همو ظرفیت داشتن یک بانک یا اداره یک بانک داشته باشه، باز از طرف بانک مرکزی و مرحلهش هم تکمیل میشه. در همین حال رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید یکی از شرطهای خرید کابل بانک داشتن 20 میلیون دلار پول نقد است. رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید هر شرکتی که کابل بانک نو را بخرد، عملیات بانکی آن به گونه جدی نظارت می شود تا اعتبار این بانک دوباره تامین شود. در پایان نگاه دیگر به چند خبر. نخست وزیر بریتانیا میگوید اطمینان دارد افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا پیمان امنیتی را با رئیس جمهور کرزی یا جانشین او امضا خواهد کرد. و طولانی ترین جنگ استرالیا در افغانستان پایان یافت و آخرین دسته از سربازان جنگی استرالیایی افغانستان را ترک کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.